أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اسلامی، مؤمنین خدا، همتان به خانه خدا خوش آمده. خداوند ما و شما را برای روز هدایت کند. خب، من برای ما و شما معلوم است که من یک دمده از سال نوی ما 3 روز گذشت. من یک دقیقه در نظر من میتوه که ماه محرم 3 روزش رفت. الوقت و کسیفی وقت رنگ شمشیر تیز میگذره، این وقت تیز میگذره. ما همین قدر دنیا من آباد است و آسوده است، این است آن است میگیم، لیکن این هم عیاد من نبراریم که ما آیسته آیسته به قبر نزدیک شدن میگیریم. این هم عیاد من نبراریم که دنیا ده ایچ کس ابدی نمیمونه. اینشان فکر کردن در کوره که آخی ما دنیا میگذاریم، ما لحد مونده نزدیک شده استیم. ما امروز در بین جامعه ها من آدمی 100 ساله ممکن از بین 1 میلیون آدم 1 دونه داریم، از بین ممکن 10 میلیون آدم 10 دونه داریم، ولی امروز خیلی آدمی در کاره که به 100 روه. ما خیلی کویم در 90 ساله آدم کم داریم. این زمان به حد فتنه و به حد بیماری ها زیاد است که شاید تو همون 50 و 60 رسی میونه. این هم ایاد مو نبروریم با وجود این قدر دنیا پیش میره و این آن فکر نکنیم، این برشان فکر کنیم که ما ای دنیا میگذاریم ای دنیا میریم به دیگر سرایی. چه خیلی که در بطن مادر ما بودیم منتظر نبودیم که خیلی دنیا های اومدیم، یا روزی هست لحد میدوریم منتظر نیستیم که اوجا با چی که پیولی یک کرای پیدا میشده اوجا که میگه چوه ما ندونستم، در بطن مادر نمیدونستی، اومدی دنیا را دیدی حیرون شدی قدر گپ و کار بوده است، ولی با پگه درین لحد را و میفهمی با دوجه چی گپ وای اینجا دم، ولی در بطنی مادر بودن اینجا معلومات نداشتیم، ولی اینجا دیم، ولی اوجه حقیقتا نمیدونیم چی گپ وای، ولی رایم با میفهمیم و میبینیم و در آن روز میبینیم که کی روسیا های کی روسفید. نمی آیه مبارکه رقم 106 برای روسیاها و روسفیده های چی با خودشانه کردن، خودشانه گرفتار کردن. من نکردن در یک دم در موقع من ماهی محرم 3 روز شد. و یقالو ان الله اصطفى من الملائکت جبرائیل و من الناس رسولا و من الکلام ذکره و من الارض المساجد. پروردگار از بین ملائکه هاش جبرائیل جدا کرده گیه. جبرائیل رئیس ملائکه های خدا های، رئیس دستگاه الهی های. چخل امروز با دستگاه تمامی کشورا بخشان دستگاه اجرایی دارن، دستگاه های مقصد تمامی سیستم های دنیا در دستگاه اجرایی میشه که آن را دستگاه میگن، که حتی دل جگری همون کشور های رئیس دستگاه خداوند حضرت جبرائیل بوده. جبرائیل امین، خداوند او را به چند نام وصف میبره. شدید القوا، مشوخی نیست، شدید القوا، یگان قوت مخلوق دنیا با وی برابر نمیشه. انا میخواه قوا و قدرت داره. رسول کریم، او فرستاده خدا بوده. ناموس اکبر، فرشته بده با نام ناموس. بین که چقدر نامو قدیمه بیا، آسته شناسایی میشه و ساعت میبیا خدا میگه نام این جبرائیل های عبدالله، جبرا عبد ایل خدا میشه با زبانی جهود یهودی ها، یعنی که بنده خدا عبدالله نام داشته. این شوخی نیست. اون ملائکه از بین ملائکه خداوند حضرت جبرائیل جدا کردگی بوده است، خیلی به خدا نزدیک بوده است.
و من الناس رسولان، خداوند از بین پیغام مخلوقات ای بین مردم پیغمبروش جدا کرده گیده. امروز در دنیا اگر قریب 8 میلیارد اهالی باشن، اینا یگان تاج در یک ناخون پیغمبرو برابر نمیشن. 8 میلیارد اهالی کره زمین می چیزی هست نیست، کی هست نیست، در کدام مقام و مرتبه و یا در یک دانه موی سری پیغمبرو برابر نمیشن. خدا این پیغمبرو رو جدا کرده گیده از بین کی؟ از بین مخلوقاتش، از بین انسان ها خدا پیغمبرو رو جدا کرده بوده است و از تمام سخن ها خدا ذکر خش جدا کرده گیده. من امروز ما میلیون و میلیارد کلمه گپ میزنیم، این گپ بینوی سو چقدر گپ زیاد شده، این چقدر گپ زیاد شده، این چقدر صحبت زیاد شده، با مرکه در یک جلسه و در یک مجلس و در یک جامعه این قد گپ بسیار، این قد گپ زیاد مورکنه، این قد گپای بی معنی، گپای ای منطق دور، گپای بی اساس. اما خدا میگه از همه این گپایی که شما امروز سفسطه و فلسفه میگه، از بین اینها گفته من یاد خمجدا کردگیم. شما ذکری من نکنه، یادی من نکنه، تسبیح من نگوه، تحلیلی من نگوه، یادی من نکنه، و واسطه یادی من شما تازه میشه. قدر گفته در گپی به معنی داده نشوه. حتی اتفاق علما همین است که از گپ دنیا گفته به اندازه مباح درست سکن تر گپ زنه، صحبت کنه، ای حد نروه که رسوا میشه. امروز به حد رسوا شده گه. و من الارض مساجد، ای زمین خداوند در زمین فقط زمین مسجد ها رو جدا کرده گه بده. در هر منطقه ای که زمین مسجد های او منطقه نور های. تمام دنیا چی زمینه که امروز من زمین ما تماشا میکنیم، زمان ما میبینیم، از همه نقطه دوست میداشته ترین خدای مسجد ها بودن. مسجد ها این نقطه هایی که خدا او را دوست میداره. مسجد این خانه خدا های، مسجد این زمین هست که خدا او را جدا کرده گه. اون زمین مورید توجه خدا های. در کجایی که مسجد های دانه که او جره الله دوست میداره، او جره خدا دوست میداره، او جره نام خدا بلند میشوه. ای زمین اگر این قدر کره زمین جدا کرده ترین جاهاش مسجد های خانه خدا، مسجد ها بودستیم. و من الشهور خمسه، از ماها پروردگار 5 ماه جدا کرده گی بده است. یکم شهر رمضان، ماه رمضان، دویم والاشهور الحرم، 4 تا ماه حرام، یکی محرم است و یکی رجب، یکی ذوالقعده است، یکی ذوالحجه، 4 تا ماه خدا جدا کرده گه. اینا ماه های قابل حرمت هستند، احتیاج شدن در کار اگه در این ماه جنایت نکنیم، در این ماه ها گناه نکنیم، در این ماه ها جنگ و قتال و خون ریزی ها نکنیم که مهمان خدا های ما نزد الله در عذاب و زمین جواب میتیم. شوخی نکنیم این ماه ها را، این ماه ها نزد خدا به حد قدرش بلنده های باز یکتش محرم های. و من الایام یوم الجمعه، از تمام روز هفته خداوند روز جمعه را جدا کرده که بده است. روز جمعه سید الایام های، روز جمعه روز مبارک های، روز سرتاپا رحمت های. حتی ما در قرآن اون سوره داریم با نام جمعه، سوره های سوره قرآن جمعه. این شوخی نیست، جمعه نماز های، سید الایام های. در هر ملکی که جمعه خونده می شود اون ملک حکم می شود به سرزمین اسلام. یعنی جمعه وقتی آزاد های دیگه تمام. انا همین نزد فقه حنفی ها بسیار بزرگ هایی که در هر سرزمین هایی که جمعه آزاد های جمعه خونده می شود شهادت تهی که سرزمین اسلام دوست می داره، اسلام در اوجه شعار داره، اسلام در اوجه بیرقش بلنده. این دلالت های جمعه می شود تمام. ما چطور داریم نگشته؟ الحمدلله در هر سرزمینی که جمعه خونده می شود او سرزمین شهادتی از چی می شود؟ از اسلام دوستداری و ای اسلام حرمت کردن. این جمعه نمینه ای کجا سرزمین رو جدا میکردیم؟ ای نماز ایدها و نماز جمعه. اما نماز ایدها آزاد خونده می شود خلاص، جمعه آزاد خونده دیگر ایمید ما کار نداریم. یعنی که اکنون شعار اسلام، سیاست اسلام در او سرزمین ها هست. و من اللیالی لیلت القدر، از تمام شبهای سال خداوند شب قدر جدا کرده بوده است که برابر هزار ماه عبادت ما باید شکر کنیم که خاطر رسان کردیم. باید ما شبامون روزامون بزرگامون دانیم این ماه ماه محرم است، این ماه ماه
جدا کرده خدا های در لفظ حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودن این ماه شهر الله محرم تن. این ماه ماه خدا احتیاج این برادر رو هممون لغزش داریم، کمبوتی داریم، هممون گناه داریم، کوشش کنیم نکنیمش، کم کنیم، دعا کنیم، درود کنیم، خدا ما رو یاردم کنه، خدا ما رو برای رو صدایت کنه، خدا در این ماه ها بیمارامون شفا دهد، به توفیق ها مونه توفیق دهد. از همه چیزی مهم در این ماه خدا فرعون نیست کرده گیای ظالم ترین امپراتور دنیا با دعای موسی نیست شده گیای و معجزه موسی نیست شده گیای. ما دعا میکنیم به خدا یا فرعون، فرعون صفات او ظالم های مثل فرعون سر نبون کرد. این همیشه ماه های خداوند دعای موسی ها را قبول کرد، خداوند دعای موسی، پیروای موسی را قبول کن. همون موسی که 600 هزار یهودی را از دست اسارت و ظلم و استبداد و مزتر بدم خداوند و بما عذریرتم، اینها مزتر بدن. چه خیلی مزتر چی نمیگن؟ در پیشش زنش چقه میشنه این چی بسنه میتونیست آنم خیلی کردگی بود یهودی و فرعون، زنش تا دست روز میکرد هیچ کار کرده نمیتونیست، زنش تا دست روزی میکرد هیچ گفته نمیتونیست. حتی قرآن حکایت میکنه، قرآن و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. این هنگام بیاد بیارید ای یهودیا، شما را ما نجات دادیم از دست این فرعون و سپاهیای او. اونها چکار میکردن؟ یسومونکم من آل فرعون، یسومون شما را چکار میکردن؟ دماءکم خوناتون را میریزوندن و یستحیون نساءکم زناتون را در پیش چشمتان میگرفتن میبردن. چکار میکردن؟ میکردن خوناتون را میریزوندن. شما غیرت نداشته، ناموس نداشته، 400 سال در اسارت بوده. و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم. چرا؟ شما وقتی میگید ما بنده های خدایم، امت موسیم، من بالای سر شما در بلاها آوردم، امتحان تان کردم، چند قدر شما موفق میشه؟ امتحان جانب من بود، چند قدر شما ایمان داره؟ روز شد موسی در آمد، پیشان آمد قاضی ها. کتاب دارن با نام کتابی داوران، کتاب دارن در تورات، یک بخش تورات کتابی داوران های در همون جا داوراشون صحبت میکردن. اکنون بحث میشوند در همون جا میگه داوراشون صحبت میکردن. ولی داورا کیان؟ اما قاضی ها و علماشون مرد میبیا سری جعده داره، قدی بلند داره، مسکلای خوب داره، روی گندم رنگ داره، او نجات دهنده ما های، او منجی ما های، او ما را از این اسارت خلاص میکنه. انا میخیل گفته میستودن خود به خودشان قصه ها میکردن، صدا در گوش سپاهی های فرعون میرفت، اونها میگفتن زیهی خبری باطل، چه خبری بیمانی اوسانه. اینا ما اوسانه خیلی خشان آرام کردن. یک روز میشوه موسی ایدر میدرو با همون قدی بلند و زیبا، میگن انا همینه، انا همینه، میگن موسی انا همینه، انا همین. روز میشوه موسی را با خودشان میبرن در فرعون میسپرن، روزه میشوه که موسی را میبرن در همین کار میکنن، روزه میشوه موسی را در جادوگرا میسپرن. اما موسی میروه با سوی علاب، علاب ده میروه که برای خاندانم علاب بیارم. وقتی ای قصر و مصر برامده میروه برای خاندانم علاب بیارم، میروه به علاب نزدیک میشوه که سخن خدا میرسه، ای موسی فخلع نعلیک، اکنون موزهات برار در او جمان. این هنگام تو در کجایی؟ بلاد المقدس طوا، تو در وادی رسیدگی که این مقدس های، این وادی طوا های تو آمدی، اکنون بیرون برار پا پوشیات برا بیا که جای مقدس رسیدی. اکنون اینی انا الله، من خدای تو می موسا. و دعای موسا پیامبر دریای نیل دو بلگ می شود. 600 هزار یهودی که در اسیرم پوستاشون فرعون میکنه، زناشون رو میگیره، دختراشون رو میگیره، قدر قیمت ندارن، غلامن، اسیرن، از کفای موسی میبیاین. موسی اسارا در داخل دریای نیل میمونه، بحر نیل ده نیل هوی میشوه، 600 هزار یهودی این بری دریا میگذرن، در پیش چشمشون فرعون نابود میشوه. این انمی موهای رنگ موسی دعا کنیم خدایا در جهان اسلام تنجی آرامی بیار، در تمام مناطق عالم اسلام تنجی بیار، آرامی بیار، صلح بیار، ثبات بیار. خداوند نسل فرعون سرنگون ساز، نسل فرعون نابود ساز،
این انمی موای چقدر دعا کنه برادر و شب و روز. دعا این یگانه وسیله موای یه مظلومی هست که امین میگه قبول بشه. این انمی خیلی، این انمی موهای، این موها را باید خودی رسون شویم. این موها را دانی موهای مقدس های. این موهای هست که یهودی ها از دست ظالم ترین امپراتور دنیا خلاص خوردگی هم. که فرعون نابود شد و تمام ددمانش نیست شد. امپراتورش از بین رفت. اما این یهودی ها با چه خیانت های در پیغمبر هاشو نکردن. سوال می شود که چرا این ها مگه دیده استیان؟ من به عقبشون رو نظر میکنن دیده استیان که سپاه فرعون آمده ایستاده. ابن قدامه می بیارد که حدیثه را که سپاه فرعون در همون زمان 1,000,000 دونه بدیم. 1,000,000 انسان شمشیر برهنه نیزه ها در دست با عرابه ها میگه هجوم کرده استیم به سوی 600,000 یهودی که موید معیده می تیغ گذرانه میشونه. اما میگه از صدای چنگی پای اسباشونه، صدای چنگی میدان های رزمندگی شونه. من می خواهد دیده استیم یهودی ها اما نمی ترسن. اما نمی ترسن، پروا ندارن. چرا پروا ندارن؟ چرا نمی ترسن؟ برای که دست زدین و دامنی انسانی معصومه که گناه نمیکنه و دامنی پیغمبر چنگ زدین، چنگ زدین دامنی موسی را که موسی تو خلاص ممکن، چنگ زدین به معصومی خدا، چنگ زدین به پاک، چنگ زدین به پیغمبر خدا که موسی ما پروا نداری نجات مو. اینم خیلی دیده سیانو پروا ندارن. موسی علیه السلام عصا را بلند میکنه که نیل میکفه، نیل میکفه میگه، حتی 100 متر بلندی او میکفیدگی بود. معجزه ها، حتی تمام غیر جن ها هم ایمان دارن که یک بار نیل در زمان موسی دو بلک شده میگذرن، هم میبینن همش. پروا ندارن. چرا؟ برای آنکه موسی ولی معصوم های، موسی گناه نمیکنه، موسی جنایت نمیکنه، موسی هیچ محل در زمین خون نمیریزه. هر یکی ما اگر دامنی انمی خیل پیامبر قپیم، دامنی انمی خیل انسانی پاک قپیم، جنایت نمیکردگی آدم دامنش قپیم، قسم به خدا با نیل دو بلک میشود. که هم میکفن این پاک و این دامن تازه و این گناه نمیکردگی رسول اکرم هست صلی الله علیه و سلم پیامبری ما از موسی 1,000 درجه بالاست. چرا دامن موسی را یهودی ها قبیدن نیل کفید؟ ما امروز خیانت کردیم به اون حدیث های پاک رسول الله. امروز خیانت زیاد شد به اون شریعت پاک حضرت. امروز خیانت زیاد شد به اون قرآن پاک. برای همین امروز گپی موجه نمیگذارم. اگر یک بار دیگر ما به قرآن و سنت پیغمبر به حیات او بیاییم، باور کنی قرآن و سنت این که ها را میکفونه. دریاها هوی میشوند، رزق ای زمین می بر... ای آسمان میبره، زمین آب میبره، زندگی ما بهترین میشود. زندگی را گناه تاریک میکنه، جنایت، جنایت همه جا را تاریک میکنه. برای همین این ماه محرم ماهی هست که خداوند فرعون را کشته، موسی را غلبه داده. ما هم دعا میکنیم خداوند پیروای موسی، ما پیروای موسی ما، موسی پیامبری ما، موسی پیغمبری موهای. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیان که شب موسی را زیارت کردم، گندم رنگ بودای، قدی بلند داشتای، جار خوشرو بودای. موسی را دیدم در درن گوروش نماز خوندستای. رفتم که در درن گوروش موسی نماز خوندستای، من را زیارت کرد. شب معراج پیغمبر موسی را آخران بار دیدم که نمازی ما را 5 وقت کرد. موسی راو گفت نمیشه نماز کم کن، نماز شما کمتر کن که اینا طاقت ندارن. برای همین حضرت موسی علیه السلام خداوند در این ماه از دست فرعون نجات داده. این انمی خیلی این دین این او اصا چیه میگه که نیل دو بلک میکنه؟ او اصا دین بود، دین، دین، دین دریا رو میکفونه. دین خدی بازی نکنیم، دینی واقعی باشه. ما دینداری واقعی باشیم، ما دینداری حقباز نباشیم، دینداری شیطان پرست نباشیم، نفس پرست و دین به منفیت های خرزالود و پلی دخمان استفاده نبریم. واقعا دیندار باشیم، دریا هوی میشود، بیماری و شفا میابند، آسمان میباره، زمین میباره، همه جا هوی میشود. دعای ما و نیتی نیکی ما انا امین خلای این دین های این ماه انا امین ماه های. خب امروز دین برای ما چی تربیت میتید؟ دین میگوید روز روح ها سفید میخیزند، روز روح ها سیاه میخیزند. اما اون کسایی که روحشان سیاه میخیزند، اینها بعد ایمان آوردن یهود و مسیحی ها کافر شدن، منافقین و قلبشان کافرن به رسول الله. رال بازی میکنن، رال
امروز منافق بسیار رول بازی میکنه، همه رول بازی میکنه، اما او اخلاص نداره. عذاب ابدی، عذاب ابدی خدا را فردا پروردگار به این بی‌معنیگی کفر کردگیشان میچشانشانه. ما رسیده بدیم و چند طایفه انسانی که روز قیامت گروه گروه شده میدان قیامت می آمدین، رسیده بدیم به همی طایفه. فهم الذین رؤوسهم کرؤوس الخنازیر، روز میشده که سری مردم رنگی سری خوک میخستن ای خلحت، سری خوک میخستن ای لحد. هی پیامبر، اینها کیا هن؟ فالذین یطلعون علی محارم الناس، اینها کسایی هستن که با چشماشان شرمگاه زنی نامحرم نگاه میکردن، سینه های اونها را نگاه میکردن، دنبه های اونها را نگاه میکردن، تگی کش و پشت موی سری اونها را نگاه میکردن، بجلک پاوران های اونها را نگاه میکردن. این مردها لذت میبردن، یا این زن ها بدن مردها را میدیدن، یا کناهای افلاس حرام تماشا میکردن، یا هزارها هزار برنامه های فسق فجور به این چشم تماشا کرده لذت میبردن. فردای قیامت چشماش سراش مثل سری خوک است، نو خوک میخیزن. کسی محارم حرمی مردم نگاه میکنه، حرمی مردم تماشا میکنه، دختر و کلین زنی مردم تماشا میکنه، لذت میبره، یا زناشون از این مردهای نامحرم لذت میبرن. اینها فردا سرشان سری خوک هست. و اما الذین فی ارجلهم نعال من النار، اما اون کسایی که فردا در پاشان پاپوشی های از جهنم میپوشانند که مغزای سر میجوشد، صدا بلند کردند ای پیامبر اینها کی ها هستند، ای فرستاده خدا اینها کی ها هستند که همه بیایند؟ تو وصف کردی اینها را، میدونی کی ها هستند؟ اینها کسایی هستند که شریعت خدا را مسخره کردند، اینها شریعت خدا قدی بازی کردند، شریعت خدا را شوخی فهمیدند، فردا از همون نعل ها میپوشانند که مغزای سرشون میجوشد، محشرگاه میبیایند. فاما الذین یضربون رؤوسهم بمقامع من حدید، اما اونهایی هستند که فردا در سرشان با آهن های سخت زده میشوند، حتی که میبینی خون و گوشت های سر برآمدند، از اونها را کسی قبیده نمیتونه، با زولانه ها با زنجیر ها کشیده محشر میبیارند. اینا کی بودن یا رسول الله؟ فهم الجلادون، اینا مردم هایی بودن که مردم ها بگناه میزدند، بی گناه برای اندکار، حتی کسی یک آدم به سبب گناه یک شپلاق میزده است، روز قیامت خداوند نصف زمین در پشت میمونده. ما حق نداریم یک زن یک مرد به سبب زنید، حق نداریم. بعد از او صحابه میپرسه ای فرستاده خدا، ما زنامون لط میکنیم برای بی ادبیشان، حضرت سر میبردارن، میگه کسی زنش برای بی تربیتیش لط میکنه، غیر رو سرش در دیگر جا میزنه، فردا قیامت رو نمیپرسن. در سر و روی زن زدن حرام بوده، غیری او در که جایش که ضرب میکنی برای آداب به تربیگیش، برای آداب گرفتنش به تربیگیش میزنی، ایرا نمیپرسیده. حدیثی صحیح های میپرسن ای فرستاده خدای خیب باشن، ما زنامون ضرب میکنیم برای به تربیگوی، برای به معنیشان. همین خیلی بعضی زنها را نزنی نمیشوه بخی، نمیشوه به نصیحت. خدا کهی تو را میبردارن بالای سری که میبیارن یهودی ها، میگه اگر موسی دا ایمان نمیبری بالا تو دا چپا میکنن. و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم، بگیرید تورات موسی را ایمان بیاری نباشه بالاتون را چپا میکنم. گویی میشه همین خلاف قانون پارلمان میبرورن، اگر اطاعت نکنی دولت جزا میتیه، مجبور میکنی اطاعت میکنی. خدا ما نمینه، میگم وقتی شریعت که آوردیم و بعضی آدم کفمال نکنی یکون تنزنی نمیشه واخی. برای همینه میگم بعضی زنها طبیعتشون همینه، با اونها را نزنی در حق نمیدرویم. اما پیامبر گفت دست سر و روی زن نزنه که لعنتی میشه، اجازت نیست. فرستاده خدا اینا جلاده بوده، مردم به خدا میزدین، زنو چی خیلی میشنم؟ حضرت در جواب میگن کسی در رو سری زنش نمیزنه برای تربیه و اخلاق زنش که به معنی ضربش میکنه، این فردای قیامت پرسیده نمیشه. اما در رو سری زن کسی میزنه او لعنتیه. برای چی؟ برای تربیتش. این هم نغزونه، برای تربیتش بهودنه، بهوده زدن زن کفره. و یقالو اذا نفخ فی الصور کان سیما مطیعین فی وجوه من اثر سجود، دویون سور اسرافیل وقت نواخته میشده است، شما آن روز روی انسانهایی را میبینه که اگر یک عمر سجده کردن شما روی اونها را میدیده رنگ مای شب چارده میدرخشده،
آدمای سجده میکردگی رویهاشون رنگ ماه شب 14 میدرخشیدگی. خوشا به حال آدمای نماز میخونن. خوشا به حال آدمایی که خم میشن از خدا. خوشا به حال آدمایی که طهارت میکنن. اینها رویهاشون رنگ ماه شب 14 میدرخشید در دیم سوری اسرافیل. چقدر زیبا روز. و یکون سیما العصات ایزن فی وجوهیم. اما انسان های گناهگار و منافق ملحد، اون کسایی که در آیین خدا جنایتکارن، یعرف المجرمون بی سیماهم، روحاشان مثل لحچه سیاه میگه خواب میخیزن، ای روشون میگه شما میشنسی اینو کیا هستن. و یعرف الصائمون بفم الذي هو اطيب من ريح المسك عند الله، روز قیامت میگه بوی خوش عرصات قیامت هم گرفته، همه میگفتن ما این خل بو را فهمیدگی نیستیم، میگفتن این بوی دهنی روزدارای دنیا بود، بوی دهنشان یک عطر میبرآوردگی قیامت خوشبو میکرده است. و یعرف المتطهرون بآثار الوضوء، هر کسی که یک عمر پای به طهارت میگشت است از تمام اثر طهارتش نور میدرخشه میگه در قیامت. و المصلون بی آثار سجود، هر کسی سجده کردگی از سجدگاهاش چی می برامده است؟ نور. و الحجاج بی تلبیه، حاجی ها وقتی که لبیک اللهم می گفتین زبانای حاجی ها می گه یلقاس می زده ای دهناشون، می فهمیده اینو لبیک گفته گیا می گه خود می درخشیده ای آن روز. و العلماء بی رفعه، آن روز منزله علماء را می بینن می گه همه حیران می شود، اون علمایی که مردم به حلال به حرام امر معروف کرد نهی منکر کرد، آن شب میگه آن روز شما علما را میبینه حیران میشوی منزلت شان بالای منبرای از نور دشتگیان، حتی علمایی که وارث رسولان پیامبرا حیران میشیدن منزلت اینها را میدیدن. و المؤذنون بی کونهم اطول نص اعناقا، درازترین گردن در روز قیامت، دراز نه سربلندترین مردم در قیامت پیش خدا مؤذینا بدیم، هر کسی 7 سال یک مسجد اگر از آن گوه وی اجرش برابر دی شهدای اهد است، مؤذینا اجر بلند دارن، گردن هاشون بلند است، قفس های سینه بلند است، در یک روایت تپه های از مشک انبری جنت در بالاشان فقط از آن گوه میگشتند، اینا مردم به سوی چی دعوت کردن؟ نماز. یعرف الشاهدون و رابطان بر رکوب و شهدا به دم الملطخ علیهم لونه کلون دم و ریح و کریح المسک، آن روز شما شاهدا را میبینی، هر کسایی که حق شهادتی دادن، حق بازی کردن، حق دوست داشتن، حق قضاوت کردن، حق قلم ماندن امضا کردن، اینها را شما میبینی مگه روحشان مثل نور میدرخشد، مثل نور می درخشه. شهدای احود، شهدای بدر می بینه، اونها میگه همین خیل گلدسته ها در نزد الله راست می شوند. اینا همین میگه بعد از این حق برادر ها، ما در داخل بطن مادر ما بودیم، نمی دونیم دنیا چی گپه، اومده می خواه تلطفه دیدیم، ولی من همون بندن بو برده با گپ و سر می شوند. یم حق ما مسلمانیم. و المتصدقون بالظل، انسان های صدقه دادن، خیر احسان دادن، شما میبینید در زیر سایه زکات احسانشان در اون زمین گشتیسین، حیران میمونیم. برای همین هر کس فکر کنه که فردا رو سیاه یا رو سفید است با واسه عملای خودش، خدای ما را برای راست هدایت کن، ما را از آفات و بلاها محفوظ دار، عاقبت کاری ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وانت خير الفاتحين. آمين يا رب العالمين. سفر روز گرفتی.